تفسير قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی انطقنی بالهدى و الهمنا التقوى. از اول قرآن شروع کردیم، رسیدیم به جزء 26. آیه به آیه تلاوت میشه، ما هم هر آیه رو چند دقیقه تفسیر میگیم. از 5 دقیقه هست تا 7 دقیقه، 6 دقیقه، 8 دقیقه، در همین حدود تقریبا. الان جزء 26 سوره حجرات هستیم و آیه 4 و 5 رو میخوایم با هم تفسیر کنیم. این دو تا آیه رو بشنوید. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. میمدن پشت در خونه پیغمبر داد میزدن، چون خونه پیغمبر خونه کوچیکی بود، اتاقای کوچیکی داشت، برای هر خانمی یه اتاق داشت، بسیار ساده و چگونه انسان میتونه چند تا همسر داشته باشه و به معنویات برسه و به جامعه برسه و به اخلاق برسه. افراد یه زن دارن یه بچه، دین و دنیاشون رو فدا میکنن. پیغمبر دین و دنیای همه رو آباد کرد با چند تا همسر. چگونه زنهای بیوه را که اینها، چون پیغمبر تا 52 سالگی یه زن داشت، 63 سالگی هم از دنیا رفت، او دو سال آخر عمرش هم ازدواج نکرد، یعنی از 52 سالگی تا 61 سالگی 9 سال تمام زن پیغمبر توی 9 ساله بوده. آدم اگر نعوذ بالله، پناه بر خدا، نعوذ بالله، اگر مرد به خاطر عیاشی و شهوت بود، چند تا اصل رو باید مراتن. یک، باید هر زنه میگیره از زن اولش خوشگلتر باشه، پیغمبری تونده بود. دو، میره سراغ زنهایی که جوان هستن، سراغ پیر و داغ دیده و یتیمدار نمیره. سه، وقتی به بورس رسید، اون دو سال آخر عمر پیغمبر خیلی دو سال سلطنتی بود، مکه رو فتح کرده بود، کفار از مکه خارج کرده بود، یعنی بالاترین موقعیت اجتماعی و سیاسی داشت. او زمان باید سراغ دخترها بره. او دو سال آخر ازدواج نکرد. چرا؟ برای که اسلام تثبیت شده بود، نیاز نبود که با قبیله‌های مختلف ازدواج کنه تا قبیله ازش حمایت کنن. ازدواج های پیغمبر هر دختر از یه قبیله بود، چون رسم عرب ای بود که از دومادشون حمایت کنن. پیغمبر خودش دوماده، مثلا ابوبکر از یه قبیله بود، عمر از یه قبیله بود، دخترای مختلف از قبیله‌های مختلف گرفت، خواهر معاویه رو گرفت، ابو سفیان یه قبیله بود، از قبیله‌های مختلف دختر گرفت که پیغمبر دوماد همه بشه، از حمایت‌های قبیله‌ها استفاده کنه. ولذا اون دو سال آخر که دیگه اسلام پیروز شده بود، نیاز به حمایت قبیله‌ها نبود، اون دو سال آخر ازدواج نکرد. اگرم برای لذت جنسی بود، آدم لذت جنسیش از 20 ساله تا 50 ساله، 52 ساله، بین 52 ساله تا 58 ساله تا 61 ساله، این همه جنگ، این همه جنگ. بنابراین حالا من یه وقتی اینو بحث مفصل داشتم که زنهای پیغمبر مسئله منطقه، خب کسی بودن احد اینها رو نمیگرف، 6 تا بچه یتیم سن بالا، کی میاد اینا رو بگیره؟ اصلا ما هر جوانی که میگه پیغمبر چرا چند تا زن داشت، چند تا مشابه زن پیغمبر پیدا میکنه، میگه یکی گرفت، میگیم بیا منده یه عمه دارم، یه خاله دارم، یه نمیدونم، بیا دیگه مش فامیلای تو کوچه محله پیدا میشن، آدم ها هستن که سنشون اینه، چند تا یتیم دارن، کدوم کی حاضره بگیره؟ اصلا زنهای پیغمبر یک ریاضت بود، منتها بالاخره یتیما تو جامعه با چه با تحت تکفل قرار بگیرن، زنای بیوه با تحت تکفل قرار بگیرن. پیغمبر میخواست بگه میشود انسان چند تا زن داشته باشه، مشکل زنای بیوه حل بشه، تکفل یتیما حل بشه و میشود بین چند تا زن عدالت رفتار کرد. زنای پیغمبر هم یکیش عایشه بود که جنگ جمل رو انداخت، زنای خیلی هم چیز نبودن، ولی در این حال چطور یکی از زنای پیغمبر یک کلمه علیه پیغمبر صحبت نکردن؟
اگر پیغمبر بره شهر بده عیاشی نعوذ بالله بود، خود زنا مسئله رو عیاشی رو زودتر از همه میفهمن. او کودتا میکردن، او کسی که جنگ جمل رو انداخت، این نمیتونست یه موجی را بندازه که پیغمبر نعوذ بالله نعوذ بالله عیاشه. پیغمبر با این همه زن خدا بشه برو بخواب، این همه عبادت نکن، تا صبح عبادت، آخه نصفشه با بخواب، نصفشه با عبادت کن. ما هستیم که یه زن داریم تا دم آفتاب میخوابیم یا بعد آفتاب. او با چند تا زن ساعتها عشق داشت. نامردیست کسی بگه، یعنی یا جهله، اگر جهل نباشه غرضه. از کدام هر جوانی شک داره در زنای پیغمبر، ما میگم سن زنای پیغمبر معلومه، داغایی که دیدن، شوهرایی که از دست دادن، یتیمایی که دارن، همه معلومه. آدمی که زن میگیره خب باید هر زن بعدی باید خوشگلتر باشه، جوان باشه، در سن خواسته باشه. تو 8 9 سالی که این همه جنگ داره، حدود 50 60 جنگ داره، 8 سال با 50 60 جبهه و جنگ، شبم تو صبح عبادت، زنای داغ دیده، بچه های یتیم، این لذت جنسیه؟ کار نداریم. پیغمبر خونه داشت، اتاقای کوچیک داشت، هر اتاق مالی یه خانم بود و بعضی هم میدن پشت دیوار میگفتن محمد اخرج. آیه نازل شد، اینا خیلی بیادبن. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات، کسانی که پشت حجرات نعره میکشن، اکثر هم لا یعقلون، اکثرشون نمیدونن، بیعقلن. ای که میگه اکثرشون لا یعقلون، ای در مقابل یک کسی که وقتی آیه نازل شد کسانی که بلند حرف بزنن امرش حفظ میشه، یه نفر سخنرانی میکرد صداش بلند بود، اما گفت یا رسول الله پس همه اعمالم حبط نابود شد؟ فرمود نه، تو تون صدات فرق بکنه، اون برای بیادبی نبود، تون صد طوریه. آخه یک کسی آمد پلوی یکی از علما گفت آقا من دو پرس غذا میخورم، شکمو هستم. گفت نه، ظرفت بزرگه، مثل پای که بزرگه خب جیبش هم بزرگه، پرخور نه که معده کوچیکو بهش فشار میاره. اما اگر یه کسی خب چاقه، خب توشکش هم بزرگه، اون پرخور حساب نمیشه. اما گفت آقا من صدام بلنده. فرمود تون صدادی طوره، چون تو سخنرانی میکنی، خطبه میخونی، تون صدات بلنده. این آیه مال اوناست که با عنایت بی ادبی میکنن. خب ولو انهم صبروا حتی تخرج علیهم، اینا با صبر کنن تا خودت بیرون بیاد. پیغمبر حق داره، تو اصلا قرآن به ما گفته که اگر کسی در خونه تو رو زد بدون دعوت آمد، در خونه میزنه، شما حق داری بشه آقا برگردید، الان آمادگی ندارم. اون پشت در نبود نق بزنه. اینجا مسکنه، مسکن سکینه، مسکن از سکینه، سکینه آرامش. اومدم بخوابم، تو چه حقی داری منو آقا شندم؟ شما دو شاخ تلفن میکشی. بسم الله تعالی، بله، اسلام به من اجازه داده تو خونه که رفتم دو شاخ بکشم. اسلام به من اجازه داده که اگر شما بی دعوت آمدی بگم الان آمادگی ندارم. آزادی مسکن یه حق برای مردم، مردم با تو خونه راحت باشن، استرس نداشته باشن. ولو انهم صبروا، با صبر کنن، حتی تخرج علیهم، تو بری بیرون. آی قرائتی، الان که پیغمبر نیست، دیوار نیست، کسی پشت دیوار پیغمبر داد نمیزن، این آیه به چه درد ما بخوره؟ پیغمبر نیست، استاد که هست. ابن عباس وقتی میرفت خونه استادش پشت در وامسته در نمیزن، گفتن در بزن، گفت قرآن میگه ولو انهم صبروا حتی تخرج، صبر کن تا خود استاد بیاد بیرون، صبر کن تا خود استاد بیاد. اینها پیغمبر نیست، ولی جانشین پیغمبر که هست. لکان خیر الله هم بکن. حالا عرض کنم به حضور شما که این آیه به هر حال میفرماد که حساب افرادی که بر اساس عادت بلند صحبت میکنن، نه بر اساس اهانت، اینا حسابشون جداست. به برنامه ها و اوقات فراغت دیگران احترام بذارید. هر کسی ایام فراغتی داره، تو خونه با خانمش با بچه هاش مثلا میخواد آرامش داشته باشه، شما بیخود صداش نزنید. مسئولیت های اجتماعی نباید مانع رسیدگی به امور خانواده باشه. به هر حال که پیغمبره، خدا تو قرآن میگه که وکان رسول النبی، یا پشت سر میگه وکان یعمر اهله، زمین که رسول النبی بود، وکان یعمر اهله به اصطلاح، یعنی غیر سخنان عمومی به خانمش هم خصوصی حرف میزنه. پیغمبر درسته مسئولیت جهانی داره، اما حق برنامه‌ریزی داخلی داره، حق گفتگو با خانمش و بچه‌هاش داره. خب
و پیغمبر زمانهایی رو برای ملاقات مردم قرار داده بود دیگه نیازی به فریاد نیست، همون زمانی که تعیین شده بیان. خب این آیه پنجم تمام. خدایا به ما توفیق بده ادب را بیاموزیم، خودمون اهل ادب باشیم، نسلمون هم با ادب تربیت کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.